سلام این پادکست در ادامه یه یکی از پادکست های همین کانال ضبط میشه با عنوان بهترین برنج سفید با بهترین نوع پختی که نمیدونی پس میشه گفت که قسمت دوم همون پادکسته چون بعد از اتمام و آماده سازیش دیدم شاید لازمه که یه نکات مهم دیگه ای رو براتون بازگو کنم مثل همیشه من نسرین معیدنیا هستم دکترای علوم و صنایع غذایی و خوشحالم از دقتتون به این نکات علمی بهتره من نکات مد نظرم رو مورد به مورد عنوان کنم مورد اول اینکه من در پادکست قبلی کلماتی رو مثل دونه کوتاه و دونه بلند برای بیان نوع برنج ها به کار بردم که زیاد به لحاظ علمی درست نیست و این بیان صرفاً به خاطر عبارات مصطلح رایج در بین عموم هست و همینطور لفظ برنج پاکستانی و هندی ببینید اینکه که های برنج دونه بلند آمیلوز بالاتر و نشاسته کمتر دارند دلیل نمیشه که الزامن همشون اینطور باشن و یا برعکس برنج دونه کوتاه هم الزامن همشون زیاد نشاسته میتونن نداشته باشند. و یا اینکه همه برنج های پاکستانی و هندی هم الزامن از نوع نیمجوش یا پاربویل نیستند. عموما ما شاید چون اکثر برنج های پاکستانی و هندی که خریدیم از این نوع بوده این ذهنیت برامون به وجود اومده که هر برنجی که اینطوری میبینیم رو بگیم هندی پاکستانی. چه بسا این فرایند پاربویلینگ در خیلی کشورهای دیگه مثل کشورهای افریقایی یا آمریکا هم مثل این کشورهای آسیایی انجام میشه. حتی خوب اینم اضافه کنم که امروز این روش پاربویلینگ با تکنولوژی بسیار پیشرفته و جدیدی انجام میشه که معایب مربوط به این فرایند که در روش های مرسوم سنتی وجود داشت که منم در پادکست های قبلی در موردش صحبت کردم رو به میزان خیلی زیادی حذف کرده و متقابلا مزایاش رو چند برابر و همینطور حتی در بعضی از کشورها مثل امریکا بعد از فرایند پاربایلینگ و آسیابی که روی دونه برنج برای تولید برنج سفید انجام میشه قنیسازی نهاییشون هم با بعضی از ریزم و ها صورت میگیره و این بازم ارزش غذایی اونها رو افزایش میده مورد دوم این که در پادکست قبل من نوع پخت ها رو چهار مورد ذکر کردم و منظورم پخت های رایجی بود که به شکل خونگی عموما انجام میشن و یا توی روش های آماده سازی غذایی سراش پس ها اونها رو میبینیم و اینکه چرا روش آبکش کردن توش نبود شاید دلیلش این باشه که معمولا تو دنیا روش آبکش کردن برای پخت برنج زیاد رایج نیست و این ما ایرانی ها هستیم که این روش رو خیلی استفاده میکنیم و مثلا عدس پولو و لوبیا پولو و غذاهای این چنینیمون هم بیشتر روی روش آبکش کردن درست میشن. که خب اگه روش آبکش نباشه میشه نوع پختی مثل پیلاک یا ریزوتو که اونها هم شکلی پایه همون روش جوشوندن هستند. مورد سوم اینکه در پادکست قبلی اشاره شد به مناسب بودن برنج های پاربویل برای افراد دیابتی یا افرادی که دنبال رژیم های لاغری هستند. باز تاکیدن باید بگم که حتما باید مقدار مصرف همین انواع مناسب رو هم زیر نظر متخصص تغذیتون داشته باشید. چه بسا که شاید فردی بسته به درجه مثلا دیابتش اصلا منع مصرف حتی این موارد مناسب رو هم داشته باشه و ضمنا اونچه که از طرف متخصصین تغذیه هم همیشه به عنوان یه توصیه عمومی میشنویم اینه که سعی کنید که هر نوع برنجی که مصرف میکنید هم ترجیحا همراه با سبزیجات و حبوبات باشه مثل همون لوبیا پلو، سبزی پلو یا عدس پلو که به این شکل این ترکیبات فیبر داره همراهش اندیس گلایسمی که برنج سفید رو کمی پایین تر میاره که این کاملا درسته و یه توصیه سلامت بخشه. و در پادکست های قبلی هم من به عنوان یه متخصص علم غذا صرفا نوع برنج سفید پاربوی یا نیم جوش رو براتون تعریف کردم که بدونید که به نابه چه دلایل علمی خواست پریبیوتیکی و فانکشنالی پیدا میکنه. حتما دوست دارم در یک پادکست دیگه در مورد اینکه چرا برنج های ایرانی خودمون رو زیاد به شکل فراوری شده ای پاربویت نمی بینیم هم براتون صحبت کنم. اگه شما هم سوالی داشتید حتما در بخش کامنت ها مطرح کنید. این پادکست در کانال تلگرامی ادساین دیری پادکست، پادکچر کست باکس و کانال یوتیوبم به آیدی دکتر معید نیا قابل دسترس هست. مثل همیشه برای هممون سلامتی، آزادی، امنیت و عشق آرزو می کنم.